سلام بارسلونا چهار رال مادرید صفر دیگه وقتش باور کنیم که این بارسلونا مدعی اصلی لالیگا این فصل و حتی شاید چمپیونز لیگ باشه تو این ویدیو هم قرار که خلاصه ای از اتفاقات و گل های بازی ال داشته باشیم و در مورد فاجعه رال و عملکرد شاهکار بارسلونا صحبت کنیم شروع کنیم از موقعیت ها و گل ها اولی موقعیت برای رال که کلیان امباپه این تک به تک به طرز عجیب و غریبی گل نشد این موقعت دومی دو که امباپه داشت پنیا آمده بود بیرون از دروازه کوارسی اشتباه کرده بود امباپه دید دروازه خالی خواست دروازه رو باز کنه که نتونست اینجا ضربه عجیب لامیامال که خیلی بهتر میتونست کار کنه نمیدونم چرا همچین حرکتی رو زد فکر کنم خواست چیپ بندازه اینجا رال را زد و فکر کنم تو اصلا از خط رد شد ولی خب قبلش امباپه توی آفساید بود امباپه کلا این بازی توی آفساید بود در ادامه میبینید اینجا ضربه رافینیا که خودخواهی کرد یکم بالده روی دستش بود میتونست پاس بده موقعیت بهتری داشت این موقعیت تحجیبی بود که بازم وینیسوس این دفعه خراب شد رال توی نیمه اول قشنگ میتونست دوسف بره تو رخکن خیلی بیدقت بودن مهاجماش این ضربه که کاماوینگا باز موقعیت خیلی خوبی داشت و خیلی بد عمل کرد اینجا ضربه پدری که لونین تو جمع کرد این گل خیلی قشنگی بود که امباپه زد اما آم همین فاصله توی آفساید بود و در نهایت این گل رئال که گل اول امباپه میشد توی این بازی رد شد اینجا لواندوفسکی توی نیمه دوم گل اول بارسلونا رو تونست به سر بسنو ضربه تر و تمیز و پاس رو ببینید این صحنه رو خوب دقت کنید امباپه و نیسیوس رو من میخوام نگاه کنید بشون اوکی یعنی کاسادو هیچ کس دروبرش نبود راحت راحت نگاه کرد تصمیم گرفت پاسو به بهترین شکل ممکن داد و هیچ کس از بازیکنان کنه نرفت که روش فشار بذاره که یه موقع مواد این اشتماع نکنه موقعت دوم بارسا توی چند دقیقه بعد و این ضربه سر تمیز از لواندوسی که دیگه کاملا واسه همه مشخص کرد که رال این بازی رو نمیتونه در بیاره اینجا بازم این ماپ مقدت دست داد بازم تک به تکی داشت و بازم بد عمل کرد این گل امباپه بود که بازم حدس بزن چی شد آف ساید. <applause> اینجا لواندوسکی رحمش اومد به رال دید که گل سوم خودش رو نزد به رال تا رال بیشرفتر از اینها نشه توی خونه خودش این صحنه بود که دیدیم اینجا بلینگ هام یه موقعت خوب داشت که از دستش داد این بازم امباپه بازم موقعیت خوب و بازم همونطور که دیدید خراب کردن موقع توسط کیلیان امباپ مایکل آنجلو کبیر اینجا گل سوم وارسا رو لامین و یامال وای که چی زد وای که چی زد و خوشحالی رو ببینید شما رو یاد کی میندازه کالما کالما این هم گل چهارم که رافونیا به صورت چیپ زد و این هم آخرین موقعیت که رال داشت و باز هم امباپو این دفعه دیگه پنیا خوب عمل کرد اما جدول لالیگا داشته باشیم بارسا با این بردی که به دست آورد الان سی امتیازی شد اختلاف خودش با رالو کرد شیش امتیاز اون رکورد تاریخی هم که 46 تا بازی شکست ناپذیر داشت بارسلونا و رال رسیده بود به 45 توی این رکورد و اگه این بازی رو نمیباخت رال رسید به رکورد تاریخ بارسا بارسا یا خودشون دیگه نذاشتن اتفاق و بیفته و ترمز تیم آنجلوتیو کشیدن نکته جالب جدولم هم که الان اومده رتبه سوم و یه تیم مثل فعلا رتبه چهارم و بقیه تیمای لالیگا اما در مورد بازی در مورد بارسا هفته پیش هفته پیش, هفته پیش که نه سه چهار روز پیش که بازی بانو اونجوری بردن صحبت کردیم که واقعا دیگه نمیدونم چی بگم چرا انقدر خوبن ان اینا چطوری انقدر خوبن ان اینا هانسی فلیک قربونش برم چقدر خوبه طرف چقدر شیکه جنتلمنه تیمش قشنگ بازی میکنه واقعا اول فصل خدا و کلی چند نفرتون فکر میکردین وقتی که خبر اومدن امباپه به رال رسمی شد چند نفر فکر میکردین بارسا این فصل تیمی باشه که بخواد رال به چالش بکشه اون موقع 90 درصد طرفدارای فوتبال و لالیگا اینجوری بودن که خب قهرمانی لالیگا که برای راله تیمای دوم سوم بارسا اتلتیکو بیلبائو اونا برن برای اینا بجنگن قهرمانی برای رئال مادیده الان بارسا توی خونه خود رئال جوری این تیم رو بیشرف کرده که خود رئالی واقعا دیگه نمیتونه به نظر من جای دفاع از تیمشون ندارن ضعف های رئال توی این بازی به با وضوح دیگه جندش زد بیرون از اول فصل چندین بار ما با محسن توی رادیو فوتبال خود من همه جا هر کسی صحبتش کرده که آقا جای تونی کوروس خیلی خالیه دیدیم توی بازی سازی را وقتی که این تیم گل اول رو دریافت میکنه دیگه اصلا میپاچه اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداره جلوی پرس سنگین بازیکنهای بارسا کدوم بازیکن رئال توانایی اینو داشت که بخواد این تیم از زیر پرس خارج کنه رئال تو نیمه اول سعی کرد از طریق دفاعهاش مستقیم بازی ببره به حمله پشت دفاع بارسا رو هدف بگیره که خط دفاعش خوب جلو بازی میکنه و آفساید زیاد دیدیم ولی واقعتش من توی لایو رادیو فوتبال هم گفتم فکر نمی کنم انقدر بازیکنای رال تو آفساید گیر کردم به خاطر آفساید گیری بارسا بود. بیشتر احساس من اینه که بی‌دقتی مهاجمای رال بود عالم و آدم میدونن که تیم هانسی فیل که خط دفاعشون همیشه بالا بازی میکنه این چیز عجیبی نیست و بعید میدونم اینا هدف اولشون آفساید گیری از امباپه و بقیه مهاجمای سرعت رئال بوده باشه خود مهاجمای رئال اونقدی باهوش نبودن و حواسشون جمع نبود که استفاده کنن از این فرصتی که دارن سرعت امباپه چقدر بالا سرعت وینیسیوس چقدر بالاست جفتشون تمام کنندگی فوق العاده ای دارن و وقتی که میبینی خط دفاعشون انقدر بالاه و میتونی خیلی راحت از دست خط آفسایدشون در بری برای چین کارو نمی کنی اینا جای سوال دارد و جدا از اینا اون صحنه گلی که بهتون نشون دادم گل اول بارسا و گل چهارم بارسا هم به خاطر کپی من نمیدونم کامل نشون بدم بهتون پیشنهاد میدم حتما بید ببینید رافینیا سه بار استارت میزنه پشت واسکز سه بار از مارتینز درخواست میکنه که توپو بفرست برای من و توی هر اقدامی که مارتینز نمیفرسته وینیسیوس کنارش داره راحت قدم میزنه اگه وینیسیوس میرفت پرس میکرد مارتینز اصلا اون گل اتفاق نمیافتاد یه پرس یه, پا به به همین سادگی میتونست اون گل رو بخره برای ران این اتفاق بیفته گل اولم هم همین طوریه چهار تا افک جلوش وایسادن وینیسیوس امباپه که اصلا قربونش من دفاع عمرن انجام بدن از اول فصل این مشکل دیگه بود که بارها گفتیم آقا اماپا و وینیسیوس اصلا دفاع بلد نیستن ها. اگه اینا رو میخوای بازی بدی همزمان با پرس جلوی تیم اصلا خدافزی کن اون تیمی که جلوی رال بازی میکنه برای بازی سازی میتونه بد جوری اذیتت کنه از خط دفاعی بخواد شروع کنه و همین اتفاق میفته میبینیم که بارسا دو تا از رو به همین صورت میزنه و خیلی موقع بارسایی توی خط دفاع خودشون و خط دفاعی که خودشون به راحتی بازی سازی میکردن و هیچ کدوم از بازیکنان خط حمله رال کمک نمیکردن به هافک های خودشون برای اینکه بخوان مختل کنن این بازی سازی و نتیجهش میشه این فاجعه که امشب دیدین توی برنابو و صاحب جدید برنابو هانسی فیلیکو تیم جوانش هستن مرسی که ویدیو تا اینجا تماشا کردین حتما لایک کنید اگه خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره دوستتون دارم فعلا خدافس